بسم الله الرحمن میگه شاهد از قیب رسید ما یه گفتیم یه شاه کلید هست اونم اینه که شما ببینید اهل بیت خدا رو چجوری معرفی کردن خودشون اون شکلی هم. که اگه هر روایت دیگه براتون گفتن که با این خدا نخوند نپذیرید بگید آقا اگه اهل بیت اینجوری باشن پس اینا راجع به خدا دارن چی میگن اینا آمدن آینه خدا باشن دیگه خب این که شما میگید الان با خدا نمیخونه بعد میبینی که مثلا تلویزیون حالا این موردش باز به خوبه، خوباشه محرم یه آقایی رو آورده بودن میگفت که پیامبر ترور کرده پیامبر دستور داده یه زنی بوده یهودی بوده علیه پیامبر شعر میگفته پیامبر گفته برید بکشیدش بعد حالا میدونید تو تاریخ گفتن چجوری کشته شده جز جعلیات ها حدیثش سند نداره یعنی منقطعه یعنی مثلا تا یه جایی رو گفته بعد دیگه خبری نیست بعد گفته فلان یعنی فاصله این کسایی که روایت کردن انقدر طولانی از هم که عمران هم دیگر دیده باشم مثل یعنی مثلا اینکه مثلا من یه چیزی نقل کنم از یه نفر مال 150 سال پیش بگم خودم شنیده او چه جوری آخه چی بعد ولی اون چیزی که گفتن اینه که زنه داشت بچهش رو شیر میداد طرف رفت شب بالا سرش بچه رو ازش گرفت زنه رو کشت بعد پیامبر این کار رو تایید میکنه کدوم پیامبر اگه خدا اینیه که تو جوشن کبیر میگه یا توی دای ابو حمزه میگه یا تو مناجات شعبانیه میگه یا تو دای افتتاح میگه یا تو دای عرفه میگه یه همچه پیغمبری نمیتونه داشته باشه اون خدا قشنگ معلوم جل خب حالا یه چیز جلی رو برای چی میای میگی تو که میدونی جهله تو تخصصت قطعی میدونی جهله چرا برای توجیه خودمون آقا من میگم خلاف میکنید قشنگ این مرد خلاف کنید بگه آقا خلافه من میخوام خلاف کنم آقا این زهر ماره من میخوام زهر مار بخورم نگو برای کلیم میخورم دریوری نگو استدلال درست نکن برای خلاف کردن وقتی برای خلاف استدلال درست میکنی راهو برای بقیه باز میکنی و خلاف کن. آقا من گناه کنم میخوام گناه کنم حال کردم گناه کنم گناه میخوام انجام بدم خوشم میاد چرا استدلال میگن فهاشی میکنه میگم چرا فش میگه اهل بیت هم فش آقا تو چرا اهل بیت خراب میکنی واسه چیز خودت توجیه خودت بگو من فهاشم آقا من قاطی میکنم کم میارم فوش میدم من اینجوری هم تموم شد رفت ولی چرا میچسبونی به اهل بیت چرا میچسبونی به خدا الان میخوای خشونت خودتو توجیه کنی میگی اهل بیت خشم بودن چه جوری من نمیفهمم یا میگه مثلا هیچ که اینا رو دوست نداشت اینا بس خودشون رفیق نگر نداشتن چیو میخوای توجیه کنی بابا حالا من تو نیتت نیستم ولی یه برداشتی که داره عمومی میشه چه ما الان مسئولین رو بشیم میگیم مردم دوستتون ندارن میاد میگه آقای پناهیان هم فرمودن آدم خوبا به حکومت میرسن مورد حسادت قرار میگیرن برای این ما منفوریم به ما حسودیشون میشه والا شما تحو برانگیزید نه حسادت برانگیز کارهایی که شما میکنید حال آدم به هم میزنه چیزی آخه به چی آدم باید حسادت کنه خب به خودتون میگیرید یا مثلا ایشون دیدم یه مدت میگفت حزب الله یا باید پولدار باشن آقا پول بازو خودت نه رانت نه قرار داده نفتی نه فروش گاز نه فروش گازوئیل نه فروش مواد پتروشیمی بازو خودت کار خیلی خوبه ثروت تولید کردن عبادت از نظر من ما این که الان دارید میگید ما 20 سال پیش گفتیم این حرفا رو شدیم جز کفار عربی که دنیا پرسته دنیا طلب دنباله میخواد بچه ها رو داره فاسد میکنه میگه برید کار کنید پول درارید فلان کنید اینا رو که ما میگفتیم جز کفار شده بودیم ولی خب الله الهی شد که حالا شما فهمیدید پول در آوردن چیز خوبیه تولید ثروت خیلی چیز خوبه ولی تولید ثروت از پول از دسترنج خودت نه رانت نه حمله کنید به شرکت های دولتی مثل داستان خصوصی سازی اومدن گفتن خصوصی سازی کنیم خصوصی سازی کردن واقعا برای خصوصی هاشون شروع کردن شرکت دولتی خریدن که شرکت دولتی رو به سمن بخش می خریدن موادی که تو انبارش بود می پنج برابر پولی بود که داده بودن بعد شرکت های دولتی رو همه رو فشل کردن که زمیناشو بفروشن این خصوصی سازیتون چقدر موفق بود چقدر شرکت های بزرگ کار افتاد شرکت های بزرگ یه روزی اول خاور میانه بود تو خاور میانه ما شرکتی مثل مینو داشتیم چیکارش کردیم حالا تازه من با اصل مصادرهاش مشکل دارم صاحبش که نه ساواکی بود نه پول دزدی بود نه چیزی بود یه کارآفرین بود کارآفرینی که جرم نیست تو هر دولتی میخواد باشه دولت که این انتخاب نکرده که خب مصادره کردیم نساجی مازندران نمیدونم این همه شرکت‌های شرکت های مهمی که تو کاشون بود تو تهران بود شرکت های بزرگ شرکت های تولیدی شرکت های صنعتی به اسم چی خصوصی سازی حمله به بیت المال این که شما آقا یه, یه کاری میخواید بکنید خب کارتون رو بکنید هی hey, از اهل بیت مایه میذارید من <مید> یه گوش تلخ بودن حالا ما که گفته بودیم که الان وا اسلام و راجب داشتن راجب دی ان ای ما صحبت میکردن ما تا خودشون که بگن میگن کلمه خوبی استفاده نکرده بعد شما معتقدید امیرالمومنین تو بیت المال خشم بود برخورد خوشینت آمیزی کردید الان با آقای صدیقی ایشون که گفتید مؤمنانه باش برخورد کنید چی کسی چیزی نگه آقا تهمت نزنید فلان نکنید پنجا بار ایشون دروغ گفت فقط این چند وقت اصلا اون انتقال زمین یه, و... یه, طرف این که دروغ گفته گناه بزرگتریه یه امام جمعه بعد گفتید مؤمنانه برخورد کنید گفت اشکال نداره با ما که موافقم من موافقم با همه مؤمنانه برخورد کنید ولی چطور فقط با ایشون مؤمنانه برخورد کردید حالا اصلا مؤمنانه چیز خوبیه پس چرا میگید خشن فی ذات الله خشونت بار برخورد کردید با ایشون هزار میلیارد زمین بیت المال زده به اسم شرکت شخصی خب خشن برخورد کنید باشه اصلا معلوم نیست کدوم چه خبر مملکت بعد من میگم آقا خودتون فکر کنید این یه با و دو هوا تصمیت این پاره نمی کنید اینجوری دند محکوس میکشین تا صبح امروز داشتید من را به خاطر یه سخنرانی که دو دقیقه وسطش رو برداشتین صحبت که بچه ها کردن رو حذف کردید سرعت ویدیو رو بردین بالا یعنی سرعت پخش رو بردین بالا که اینا دیگه سواد رسانه نمیخواد معلوم من انقدر تون نمیتونم صحبت کنم رپر که نیستم که سخنرانم بعد هنوز تو صفحه تعذیرش هم یه صفحه فوش فرستادی واسه من و جد آبادم و مادرم و پدرم و همه بعد دو تا پست بعدیش نوشتی که تختی شده است کاملش رو ببینید تو خودت چیز نمیشی خودت حال در خودت بد نمیشه خب اگه اهل بیت خشم بودن کسی دور اینا وای نمیستاد که کسی از اینا خوشش نمیومد که قرآن که میگه به ما رحمت من الله لنت لهم و این کن تفضل غلیز الغب من اولک شما که سه تا پست بالاتر نوشتی آقا میری خشنه پس خشونت چیز بدیه دیگه خب پس چرا الان میگه اهل بیت خشنن واقعا خیلی عجیبه خیلی عجیبه شما پیغمبر رو بکنی یه موجود خشنه بعد شما برید معنی این کلمه مثلا گوشتل خب بخونید یعنی چی؟ یعنی آدم نچسب به فلجی. بعد پیغمبر اینجوری بوده پس حق داشتم بهش حسادت میکردن این چه دروغیه میگین چرا اینجوری میگین آقا شما شما هزار میلیارد ثروت داری منم الان فهمیدم به شما حسودیم شده که شما هزار میلیارد ثروت داری من حسودیم شده به شما اگه شما حالت با من اینجوری باشه که عاشق من باشی حاضر باشی هزار میلیارد رو لب تر کردن بریزی به پای من من به شما اصادت هم میشه دیگه چرا باید به شما اصادت هم بشه شما هزار میلیارد ثروت داری من لب تر کنم میریزی به پای من حواستم جمع کجا من احتیاج دارم اونجایی که احتیاج دارم سریع احتیاج منو شما برآورده کنی قبل از این که اصلا من چیزی بگم اگه چیزی بگم کم بگم زیاد بمیدی قرار شد اهل بیت آینه خدا باشن دیگه کم بخوام زیاد بهم میدی درسته؟ خب یا من یا اتل کسی را بخوام هر وقت بخوام تحویل میگیری و چیزی که نیاز دارم و به من میدی خب اینم, اینم که از این مشکلی نیست پس خب یا من یوتی من لم یسأل و من لم یعرف و تعنانم من هو و رحمه اصلا نخوام نمیشناسمت نمیدونم کی هستی چیزی ولی تو میدونی من احتیاج دارم میای همه جوره منو ساپورت میکنی درسته؟ خب الان من بر چی باید به شما حسادت کنم؟ چون انقدر مهربونی چون همه هرچی میخوام در اختیارم قرار میدی من الان باید به تو حسادت کنم یعنی قشنگ صبح من رفتم کامل سخنرانی هم گوش دادم که نگن گوش نده رفتم کاملش هم پیدا کردم اون توی چی چی همین برنامه تل چیه اونجا رفتم کاملش هم دیدم هیچی قشنگ ایشون داشت میگفت اینا حق داشتن حسادت کنن دیگه چون حسادت برانگیز بودن اینا بله اگه اخلاق اهل بیتو بذاری کنار میشن حسادت برانگیز ولی اینا اخلاقشون رو زمینه کن بعد میبینی که اصلا نمیشه بهشون حسادت کنی کسی که میگه من حالم به تو اینه حال من به تو اینه میگه الامام انیس و رفیق هم نشینتم رفیقتم همه جوره هوا تو دارم بات مدارا میکنم رفق دارم باهات این از این خب والد و شفیق اخون شقیق امول برت بلولد سقیر یه پدری هم که میمیره واسه بچهش یه پدری هم که برای بچهش میمیره یه داداشی هم که همه عشقش داداششه تو چرا باید به من حسادت کنی؟ آقا بیا این درست شد این رو بکرین من صداشو فقط بیاد قطع کنم من چرا باید به تو حسادت کنم؟ آقا گوش تلخید میبندید به اهل بیت خشنید آقای پناهیان بنده 20 سال بیشتر میشناسم شما 20 ساله میخوای خشونتی که تو وجودتون هست رو توجیه کنید بگید دینیه حرف امروزتونم نیست حرف 20 سال پیشتونم هم همینجوری بود الحمدلله شما هیچ تغییر نکردید هرچی من تغییر کردم شما هیچ تغییر نکردید همینجوری هستید آدمای خشن آدمای توند آدمایی که معتقدن آقا اهل بیت هم همین مدلی بودن مثلا تحویل نمی کسی و گور پدر همتون میگه پیغمبر اصلا ردش میگه تاروند پیغمبر آدما رو تاروند از خودش پیامبری که قرآن معرفی میکنه این شکلیه قرآن میگه عزیزان علیه ما انتم خار به پاش ما میره آه از نهاد اون بلند میشه قرآن میگه یه لطفی از طرف خدا به شده فبه ما رحمتم من الله لنت لهم. ها پیغمبر لطف کردیم تو با مردم نرم نرمی اگه غلیز بودی غلیز قلب بودی از دورت پراکنده میشد یعنی علت این که به تو نزدیک شدن محبتی بود که در تو بود نرمی بود که در تو بود اصلا خدا میگه نعمت پیامبر چیه هنر پیامبر میگه تعلیف قلوب و نعمت الله علیکم اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم به اقبال. اصلا پیامبر هنرش این بود قلب ها رو به هم چفت میکرد تعلیف میکرد کتابو میزنن برگار کنار هم منگنه نمیکنن میدوزن بعد خودش می تاروند رو چی میگین این امیر که اینقدر خشم بود شما میگید خشم بود فلان بود مگه نفرستد برای نماز جماعت شب گفت نماز شب و جماعت میخوندن گفت بگو بابا حرام نخون گفتن حرام آقا ملت قاطی کردن وا اسلاما وا عمره چیکار داری میکن حضرت به امام مشتاق فهم برو گفت بگو بخونن خب بگو آخر حرام است همین است که بس حرفا چی میزنی پیامبر گفته نماز بخونید دیده این اصلا حال وضو گرفتن ندارن اصلا فرهنگشون ندارن 6 سال بعد گفته وضو واجبه 6 سال بدون وضو نماز میخوندن اینجوری مدارا میکرده با مردم بعد امیرالمومنین مدارا سرش نمیشده نه گفته آقا نماز بخونه قا... یه چیزی را افتاده میگفتن که طرف رفتید راننده ها میان با کفش نماز میخونن گفت کدوم فلان فلان شدی به شما گفته نماز اینجوری گفتن این حاجاقا گفت اومد گفت بدینی چه گفت وایس وایس نه نماز, نماز نمیخوندن من گفتم حالا بیام وایس بخونیم گفتن حال نداریم کفشامونو در میگفتن مش کار نداره کفشتونو در نیارید تو هنر داری یه کاکون دار رو در آقا باید مدارا اسلام این کار کردیم شراب مگه روز اول حرام شده تو سه مرحله حرام شده 20 سال طول کشیده هجاب تو مکه ما هجاب داشتیم مسلمان حجاب هجاب داشتن هجاب مال مدینه است این سومعیه ای که اولین شهید اسلامه هجاب داشته هجاب چی؟ خب مدارا یعنی چی؟ تازه یه معلمی مثل پیامبر و جذاب اینه که مثال که میزنی فقه ها رو با اهل بیت مقایسه میکنی آقا تمام فقه های شیعه خاک پای امیر هم نمیشن خیال راحت خودشون هم یه همچه ادعایی ندارن تمام فقه های شیعه از اول تا آخر تا روز قیامت همشون رو هم خاک پای حضرت علی نمیشن گفت کار نیکان را قیاس از خود مگه اصلا شما با اندازه امیرالمومنین خودتون با حضرت علی میکنید تو چی میگی کی با کی مقایسه میکنی؟ اه حضرت امیر میگی فعل فقه ها رو توجیه کنی؟ چی میگی؟ یه دونه فقیه بیار جرعت کنه بگه من خاک پای امیر المومنینم علمی ها نه که داره شکست نفسی میکنه علمی خاک پای حضرت هم نیستن کیا با کی قاطی میکنی؟ بعد حالا توجیه کنید که بله ما اگه محبوب نیستیم چون به ما حسودی میشه آدم خوبا به حکومت میرسن از چش میافتن کی گفته عزیز من کی اینو گفته امیر المومنین یه جوری تو چشه که دشمناش هم مدهشو میگن دشمناش برید ببینید مده معاویه مده امرواز، مده یزید در باب امیر المومنین برید ببینید کسایی که باش جنگیدن مدهشو میگن از چش افتاده معاویه آدما رو میدید که با علی ابن ابی طالب در ارتباط بودن میگفت در یا نه ترسیا یه ذره از علی بگو چی میتونه جلو زیبایی مقاومت بکنه خوشش نیاد چی میگی چی میگی 500 سال بن لباس قبلش منی امیه خواستن اسم علی نباشه چی باعث شده اسم علی بمونه چی داری میگی برای خودت آقا حالا که همه چی دستتونه تازه تو صحبتش میگه پیامبر تیم درست نکرد شما که تیم درست کردید که تیم خودتون الان 20 سال تلویزیون دست شما ده تا آخون دید دست شماست این که تیمه اگه پیامبر نکرد شما چرا کردیم تلویزیون دستتونه اگه حیات هم درست کردید نمیدونم رزمندگان چی تو شهرها هیئت میگید با پول بیت المال سخنرانش خودتونید مدداشون هم خودتونید آدم خودتونن شما که ماشاءالله تیم درست کردید همه جا تیم دارید اگه پیامبر نکرده شما کردیم ولی اینکه فکر کنی الان میای یه چیزی میگی و خوشمزه و فلان هیچ کم هیچی نمیگه نه اینجوری نیست اینجوری نیست تریبون دیگه یه طرفه نیست هزاران تریبون هست مطمئن از این چیزا نیستم مثلا غیرتی بشم یا آقا توهین شده به پیامبر فلان نه آقا پیغمبر ایشون این شکلیه فهم ایشون از پیامبر و پیامبری که برای خودش ساخته این شکلیه پیامبرش یه موجود گوش تلخه پیامبری که ایشون میگه اینه من فاصله پیامبری که ایشون میگه تا پیامبر واقعی یه پیامبر بینش فاصله است ایشون به یه همچی پیامبری معتقده که این شکلیه مال حالاش هم نیست قدیم هم, هم جوری بود امیرالمومنین اینا میره تو بازار و پاشو میذاره رو دکه و شلاقو میزنه و اینجوریه امیرالمومنین شکل امرمونشون این شکلیه این چیزایی که تو مناجات شعبانیه میخونی تو دعای افتتاح میخونی تو دعای سمات میخونی تو دعای کمیل میخونی تو عرفه امیرالمومنینی که اینا میگن چه ارتباطی با این خدایی که اینجا میگه نداره امیر المومنین تو مناجات شعبانیه میگه لیسلی حول فانتقل بهی معصیتک الا فی وقت نایغت تنیل و کما اکونه کنت من یه وقت اونی میشم که تو میخوای وقتی میفهمم دوستم داری میگه تنها راهی که میشه از گناه به سمت خوبی ها رفت اینه که بفهمی خدا دوستت داره امیر المومنین اینجوری میگه ولی اینا میگن نه با زور با شمشیر به هر قیمتی ما حجاب رو درست میکنیم به هر قیمتی ما فلان چیزا درست میکنیم نه اینا محبت این چیزا سرشون نمیشه قشنگ تو صحبتش میگه اینا اذیت میشدن حس حسودی میکردن به حضرت علی بعد پیامبر میگفت یالا یالا با علی پاشید برید مسافرت برید تصادتاتون بیشتر شه حرف جدیدشون هم نیست حرف قدیمیشونه بعدم میام میگن بله لازمه که تمام این چیز از درونت بیاد بیرون تا درمان بشه نمیدونم چی بشه متعامل حسادتتون چی شد؟ اهل بیت خیلی هم حق دارید که حسودی کردید نه هیچ حقی نداشتن حسودی کنم به اهل بیت همه راه ها رو برای اینکه حسودی کنم اونا بسته بودن با چی با محبت من ملتی 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 میلیاردرم این رفیق هم یک گرون هم نداره ولی من هزار برابر خودش حضرت علی پیروز آقا حدیث چی خون به طرف گفت چقدر خود تو دوست داری گفت خیلی فهمود من هفتاد برابر خود تو رو دوست دارم هفتاد عدد کسرته یعنی ترازو نداری وز کنی محبت منو و علی راست میگه دروپو نیست مثل ما نیست بده عاشقت هم میگه داشتی دوتو من داری به من بدی بچم بیمارستانه آخ ما اصلا خود ما الان نون نداریم خود دروغ میگه دروغ دروغ اون عاشقت هم دروغ بود اینش هم دروغه ولی امیر المومنی محبتش واقعیه میگه بی نهایت دوست دارم چیه این همین دعای زیارت عربعینی که از قول امام صادق علیه السلام هم که الان پشت سر من خورده و بدل محجت فیک شهادت امام معصومه میگه خدای من شهادت میدم حسین ما بهترین خونش رو محجه بهترین خونش رو فدا کرد در راه تو تا عبادت رو چیکار بکنه لیستن قد عبادت که من الجهالا و حیرت الزلاله تا زالین رو نجات بده گمراهان رو نجات بده فدا شده حسین و ها به زبه عظیم زبه عظیم حسین فدا شده آدم ها رو گناهکاران رو نجات بده اینا راستگو در دوست داشتنشون ملتی 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 میلیاردر رفیقش تعطیل تعطیل ولی این بی نهایت عاشق رفیق از همه زندگیشو میریزه با این اصلا راهی میمونه که اون به این حسادت کنه راهی باقی نمیمونه اگه حسادت بکنه دیگه میشه بیماری خودش بعد ریشه شو یه جدیگه پیدا کنی. ریشه حسادت رو نبری تو رفتار اهل بیت ببر تو حال خودشون ببین حالشون چی بوده بله من شما عاشق منی بی نهایت همینجوری از لطف خدا اون چیزی ندارم عاشقم بشی از لطف خدا از لطف خدا بی نهایت عاشق منی ملتی ملتی میلیاردری همه جهان حاضری بریزی پا من همه جهانی که داری من احمق تو رو نمیشناسم نمیدونم دوستم داری تازه فکر میکنم تو دشمنمی اون وقت من چیکار میکنم به تو حسادت میکنم به تو چون تو رو نمیشناسم از محبتت به خودم بیخبرم چیه؟ میگه هر کس با پیامبر رفتار میکرد برخورد میکرد میگفت هیچ کس رو اندازه من دوست نداره چرا؟ چرا؟ نه نه چرا؟ چون پیامبر همه رو بی نهایت دوست داره بی نهایت مورد توجه قرار میده فکر کردی پیامبر می سر خاص برخورد میکرد با یکی این چیزاست که ما دوست داریم این چیزایی که ما دوست داریم دوماد پیامبر کیه؟ دوماد پیامبر کیه؟ یکیش علی ابن ابی طالبه یکی دیگهش کیه؟ جناب عثمانه میدونم تو به عثمانم دختر میدی میگه بله بله خودشون بخوان هم رو من بهش دختر میدم بله خب چی میگی الان شما؟ میگه توجه خاص کرد دختر بشته خب به اونم دختر ده. توجه خاص نه میگم که اگه مثلا خود معاویه یه علاقه شدی که شاید خوشش میومد از منش حضرت تلیه هم یک جوری حضرت رفتار می که دوره شلوخ می شده این پرش. اصلا اینجوری نیست اینجوری فکر کنید انسان نه انسان در نظر اهل بیت اونقدر ارزشمنده که پیامبر شخصا وای میسه نماز شب برای هدایت میف... میگم میگم آقا از اه یه وقت طرف اشتباه میکنه فکر میکنه محل توجه نیست علی محل توجهه این اشتباه اونه اما از نظر اهل بیت از نظر پیامبر ابو سفیان اونقدر ارزشمنده ابو لحب ابو جهل انقدر ارزشمنده ابو جهل اسم نسیج ابو الحکم حالا اینجوری بشتی که میان انقدر این موجود ارزشمنده که پیامبر شخصا بلند میشه نماز شب میخونه برای هدایت اینا دعا میکنه یعنی اینقدر مورد توجه پیام برن یه وقت میگم یه وقت من جهل دارم فکر میکنم پیش تو چه ارزشی ندارم تو همه توجهت به علیه این جهل منه اما میگه هر کس پیامبر رو میدید چی میگفت؟ میگفت هیچ کس رو این اندازه من دوست نداره چرا؟ چون بی نهایت بهش توجه میکرد میخوام بگم این پیامبری که صدا و سیما ما میگه تریبونای رسمی ما میگن با دعای ابو حمزه با جوشن کبیر با دعای سمات با دعای کمیل با دعای عرفه نمیخونه یا این دعاها دروغه یا شما دروغ میگید با قرآن نمیخونه انکل علا خلق عظیم دیشب چی گفتم راجع عظیم یه وقت یه بچه یه بچه یه وقت یه بچه میگه که خیلی پول دارم این فکر کنم مثلا 50 تا هزار تومنی بهش بدی این فکر کنه خیلی پول داره این بچه ما ایدی گرفته به خانم گفته میخوام تو کارخونه با بابا شریک بشم فکر کنم یه یه میلیونی بهش ایدی دادن مثلا 50 تومن 100 تومن اینور بهش دادن شده یه میلیون گفته اینو بذار یه جا کنار میخوام با بابا شریک بشم اون کاسه باست، معلومه از الان معلومه که این دانه بغر سرویس میکنه خوبه این فکر میکنه یه میلیون خیلی پوله میدونی این فرق ده تا از اینا دارم اصلا هیچ چی نیست واقعا نه یه کسی هست چند هزار میلیارد سرمایه داره اون دیگه واقعا به میلیارد میگه تومن میگه 20 تومن فلانی میخواست منظورش 20 میلیارد تومنه خیلی پوله برا من ولی واسه اون 20 تومنه واقعا یک کسی از ثروتمندترین خانواده جهان اون راجب میلیارد دلار صحبت میکنه اون میگه یه تومن دادیم به فلانی منظورش یک میلیارد دلاره بکنم میشه الان 6 هزار, هزار میلیارد داره یه عدد اینجوری میشه اون یه وقت حالا از زمین اصلا بیا بیرون نگاه میکنی که حتی شما رو شما شما فکر میکنید تو این چاه ها اگه بخوایم ارزش بدیم به معادنش به فلزاتی که داخلش هست چی میشه اصلا راه ما باز بشه به کورات بتونیم از توش مواد معدنی بیاریم مواد معدنی تو زمین بی ارزش میشه چون پر دیگه هرچی بخوای آهن هرچی بخوای نمیدونم الماس هرچی هرچی بخوای پر تو این کورات عدد نداره حالا اونی که آره حالا آره اون اونم هم همینه آره حالا تا بتونیم بتونیم بریم تا اقیانوس دراریم این چیزا رو حالا حالا اونی که خالق این جهان به این عظمت که تا نداره ببینین عکسایی که جیمز وب میده منم میبینم خیلی من می خیلیم علاق دارم ولی واقعا هیچ ازش نمیفهمم چون باید بفهمی فاصله دو تا ستاره یعنی چی یه نور اونجا گذاشته این یعنی چند هزار برابر خورشید اینو ستاره شناسه میفهمه اینو نگاه میکنه مبهوت میشه اون میفهمید چه عظمتیه اونی که خالق این عظمته به پیامبر میگه انکل علا خلق عظیم بعد خلق عظیم رو اینجوری تعریف میکنید یه رفیق برا خودش نزاش یه رفیق واسه علی هم نزاش چرا؟ چون آدم خشنی بود چه دروغیه میگی؟ چرا این دروغ میگی؟ مثلا میخواه بگه خیلی به احکام دین اهم آقا این پیغمبر شیش سال بعد از وجوب نماز وضو رو واجب کرده این پیغمبر بعضی شهدایی که پارکاب شهید شدن شراب خورده بودن شب قبلش چون شراب رو حرام نکرده بود با اینکه تو ادیان گذشته حرام بود گفت یواش شواش با جامعه بعد را بیام فستقم کما امید و من تا به معک اینجوری نیستش که همین یه شبه نه اینجوری نیست یالله حضرت امیر تو نامش به مالک اشتر میگه مالک من یه چیزایی برات مینویسم نری به مردم بگی یالا یالا علی گفته حرکت نه نگاه کن به ظرفیت مردم من گله رو نشون دادم ولی با پا خودشون باید بیان باید راه و نشونشون اول قله رو نشونشون بدی دلشون رو ببری او چه گله ای چقدر خوبه ای اونجا فلان بعد یادشون بدی باشون قدم بزنی باشون صبوری کنی توان بهشون اینجوری نیست الان شما میخوای یه قله ورست بری فتح بکنی میاد با برنامه میریزه اولا که یه معاینه بدنی میکنه که اصلا میتونی یا نمیتونی به این نتیجه برسه که این بدن اگه بسازمش میتونه میگه خب یه, یه سالی بدن سازی داریم بعد شروع میکنیم میریم کوهنوردی بعد میریم دو تا قله فت میکنیم بعد میریم تو شرایط فلان بر. یه برنامه ریزی تو 5 سال تو سه سال چهار سال بسگی به توانایی بدنی میگه مثلا 5 سال دیگه ما میتونیم بریم اورست حالا تازه شانسمون امتحان میکنیم میریم ببینیم بشه یا نشه که اگه نشود بعد دوباره حالا یه تمرینی که دو ساله داریم بعد دوباره میریم دیگه ان شاء میکنیم بله اورس خیلی قله قشنگیه من علی بد نشون دادم ولی قرار نیست مردم رو به زور برداری خرکش کنی به بعدیا خودشون باید بیان با پای خودشون تو هم باید صبور باشی باشون اون وقت این علی خشنه دیگه شما که تو گوگل که علی رو نمیشناسی وقتی آدم عادی میگه خب طلب من گفت پس این همه جنگایی که راه انداخت چی بود آقا برید جنگا رو بخونید اولا میگی جنگ رو راه علی راه انداخت جنگو آقا من رئیس جمهور ایرانم الان اینجا نشستم یه نفر هست که برانداز رسمیه یعنی رسما گفته که من میخوام جمهوری اسلامی رو براندازی بکنم شناس نامه دار اومده نشسته اینجا پام ممبر من اولا اصلا میتونه تا اینجا بیاد یا آدم شناس داری که رسمی میخواد ای حکومت رو بر اومده نشسته اینجا اصلا میشه یه همچی چیزی امکانش هست نشسته اینجا بعد من دارم صحبت میکنم یه دفعه یکی یه سوالی میکنه من هم سریع جواب میدم میگه قاتلک الله اما او خدا تو رو بکشه چه میفهمی فهمی از رو هرسش اصلا چیزه نه فیلم تخیلی میشه هم چی چیزی برانداز رسمی جمهوری اسلامی بیاد بشینه جلو منی که رئیس جمهور ایرانم بگه خدا بکشدت تو چقدر میفهمی نمیدونم چی چی فلان فلان شده بذار دست ما برسه چی تو حکومت از تمیر خوارجه نشسته نهروانی اومده نشسته اردوگاه زدن اون بعد علیه امیرالمومنین که تو کافری فلان فلان شده توبه کن توبه نکنی از نظر ما محدور و دمی از نظر ما تو محدور و دمی اومده نشسته تو مسجد جلو حضرت علی به حضرت علی دری میگه من نمیدونم مدارا یعنی چی بعد من حاکم که علی ابن باشم پیک میفرستم که آقا چی میگید بیاد بحث کنی منطقی صحبت کنیم چی میگی میزن میکشنش نفر بعد میکشن نفر بعد میکشن ببین بخون دیگه داستان عربانه. چند نفر رو کشتن از اصحاب از تعمیر رو بعد دیگه وایسیدن جاده گرفتن تو جاده جلوی یارو میگرفتن چیه دیدم چی چیه تباخ بود گرفتنش که تو صفه واسه اینا غذا میپخت بهش گفتن که فلان فلان شو نظر راجع به علی چیه علی امیرالمومنین چی نظرم چی گفتن نه علی کافر شد بعد فلان گفت دلیوری چی میگی ما که اونجا بودیم شما هم کشیدید رو علی دید داره اختلاف میشه بین مسلمان اختلاف میشه خب اختلاف نشه چون چیزی بدتر از اختلاف نیست خب چه کار کنیم اینا هم که دستورات قرآنه جناب موسا جناب هارون رو گذاشت جا خودش گفت تو وسیع من جای من مبازه به همه چی باش ما بریم کوه توری عبادتی رو برگردیم یه سری این پیرمردان هم با خودش برد سی روز فکر میکردن میمونن و اطممنا ها به اش شد چهر روز تو همین ده روز سامری اومد گفت بابا موزا برد اینا رو با عجب این تموم شد موسی کجا بود موسی حسوده بتون یه چیزایی نمیخواد نشون بده خسیسه. میخواید خدای موسی رو نشونتون بدم برید تلاهاتون رو بیارید یه گوساله درست کردم چجوری بود مثل شیپور درست کرده بود میمیزش تو معرض باد باد یه طرف میخورد یه صدای میداد یه صدای میداد آقا ملت شدن گوساله پرست حضرت هارون وسیع حضرت موسی تو تو شهره رفت جلو اینا رو بگیره دید حریف اینا نیست زورش نمیرسه به اینا زور ذهنیش زور زبانیش به اینا نمیرسه اینا همه میگن خدای موسی است اونم که باطل که لخت که نمیاد بیرون لباس حق و میپوشه میاد بیرون گفت میخواید خدای موسی رو نشونتون بدم موسا نشونتون نمیده چون میدونست اینا دنبال خدا میگرده اینا بود پرست بودن اصلا اومدن تو سرزمین گفتن موسی خدا درست کن مثل این ما ببینیمش این میدونست خواست مردم اینه خواست مردم رو گرفت یه کلک هم بهشون زد یه فن زد بهشون گفت میخواید خدا رو ببینید خواه میخواستن آره گفت خدای موسا رو ها من نشونتون میدم موسا نشون نمیده من نشون میدم مونتا باید یه جایی باشه که جلوس کنن ایشون. یه کالبدی میخواد و اون بعد یه چیز محترمی باشه چی محترمتون از اینا طلا تلاه. طلاتون رو بیارید شکل گوسالم درست کرد هارون هم هیچ کار نتونست بکنه سکوت کرد حضرت موسی اومد و دید اه ما امت رو دادیم به این دعاشمون رفتیم همه گوساله پرست شدن که میگه اومد ویشش رو گرفت میگم یه ذره تند بوده اومد ویشش گرفت گفت چیکار میکردی تو بین اینا بهش گفت داداش پسر مادرم این ریش من رو ول موها من رو بگم چی شده چی شده گفت ترسیدم بگی فرخت بینبنی بنی اسرائیل آقا من زورم نمیرسه به اینا من چون اینا محبوب نیستم نمیتونم حرف تو, تو یه چیزی میگی میپذیر حرف من نمیپذیرن من اگه میرفتم دو دستگی میشد دعوا میشد چیکار با هم میکردم میدونم یعنی گوساله پرسی دست جمعی بهتر از تفرقه است این داستان اینو داره میگه میگه باشه بی ناره. تفرقه نشه چون تو دعوا دیگه کسی حرف کسی رو نمیشنوه کر و کور میشیم هیچ کیش که کی نمیشنه مثلا الان دیگه, دیگه مملکت ما دعواست اونا حرف منو نمیفهمن نمیشنون من, رو نمیفهم. من, من رو حرف اونا نمیفهمم نمیشنوم هیچ دعوا دیگه میگه دعوا نشه موسی موسی یه سخنرانی کرد بساط سامری رو جمع کرد با یه سخنرانی ولی اگه دعوا شده بود اصلا کسی به حرف موسی دیگه گوش میداد حضرت میگه من دنبال دعوام بیاید برید داستان نهروان رو بخونید ببینید من چقدر با این آخر دیگه شروع کردن آدم کشی وایستادن بغل کوفه خیمه زدن دارن آدم میکشن من چیکارشون کنم تازه اون روزی که رفته اونجا باشون به جنگ اینا دیدن دیگه حضرت اومده که کارو تموم کنه یه پرچم زد کلی براشون صحبت کرد استدلال آورد که آقا اشتباه میکنین تفکرتون کلی بعد گفت هر کدوم الان توبه کنید برید زیر این پرچم بخشیده میشید پیگیری هم نمیکنیم بعدا پروندهش هر دیگه ای چیزی هم گردنش ما بیت المال میدیم یه عده زیادیشون همون رو توبه کردن برگشتن مگر دنبال آدمکشیه داستان سفین هجده ماه چرا باید یه جنگ بر چی باید 18 ماه طول بکشه خب برو تمامش کن بیا دیگه 18 ماه چیکار کار میکنی اینا فکر میکنن 18 ماه اینا شمشیر میزدن یه نخ وردار یه, یه ساعت اینجوری کن ببینم کتت میفته یا نمیفته چی میگی؟ فیلم تخیلی میبینی؟ نشون میده سه روزه دارم میجنگن خب دروغ اینا افسانه است گفته افسانه جمانگ گرفتار شدیم به خود دست ملت یعنی هر چی میگیم تو جمعان اینجوری نبود سه روز میجنگی عجب گیری کردیم طرف به من گفت فلانی از اقوام مالکشتر نوادگان مالکی کوب خودش هم است گفتم تو مگه مالکشتر دیدی و آره تو فیلم امام علی که نکردی گفتم اون گفتم مگه شبیه شونه خب حالا من نمیدونم ولی ربطی به مالک اشتر نداره این شاید از اقوام من چه میدونم یا میگم مثلا مکه اینجوری بود تو فیلم محمد رسول الله اونجوری نبود آقا اینا که سند نیست عزیز من هجده ماه امیرالمومنین انقدر که سخنرانی کرده جایی نکرده انقدر که صحبت کرده شمشیر نزده چرا تو مسیر به حجر ابن عدی 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 چیه حالا تو وردا گیر میدم بدبختی نه عدیو و گفت عدی این سواد نداره آقا من که تای بی سواد و یار رفته بود همون گسل کنه میگفت قسل میکنم گسل میکنم گسل میکنم که مثلا اشتباه نگفته باشه که علما گفته بود شما گه میخوری گه میخوری اشتباه میکنی نو مرد چی داری میگی حالا حج هی نفرین میکرد هی میشستم خدا لعنت کنه این رو حضرت بهش گفت چقدر لعن میکنی چرا دعا نمی کنی اصلاح بشه الان بریم اونجا جنگ نشه چرا فقط هی لن می کنی دوست ندارم انقدر لن کننده باشید بعد کسی که دوست نداره لن کننده باشید شامی ها فوش می دادن کوفی ها روش پس می دادن حضرت بشون فهمو دوست ندارم فوش دهنده باشید دوست نداره لن کننده باشید میگه دعا خیر کنید دوست نداره فوش بدید اون وقت این آدم دنبال جنگه خیلی عجیبه ربطی هم به بحث خودمون نداشت چونم هم آقا معلم اصلا حکومت نداشتن علی بله که هیچ وقت بخ... سه سال خورده ای سه چهار سال امیرالمومنین بوده که اونم همش خودشون یعنی انقدر آزار درست کردن و انقدر وقت حضرت گرفتن اصلا نذاشتن شش ماه امام مشتبه هیچ کدوم احمد دیگه هم هیچ حکومتی نداشت یکی از مسائل مطلوب ما ایرانیان و دنیا اینه که برای اینکه یه زندگی سالم و پیشرفته داشته باشید نیاز به قانونه برای سر دادن جامعه قانون نیازه حالا افرادی که از قانون تخطی میکنن اگر بخواید با نگاه اهل به این موضوع نگاه کنیم مجازات بر افرادی که تخطی میکنن از قانون لازمه یا نه حالا یه سال از شما میکنم میگم اهل بیت گفتم بیاید به روش ما حکومت کنید میدونم منم می دارم, من دارم از شما سوال میکنم میگم اهل بیت گفتم بیاید به روش ما حکومت کنید خب یه وقت شما خودتون بلند میشید میرید میگید آقا ما میخوام به روش شما عمل کنیم میگه روش من حوصله منو میخوادا حوصله منو دارید اندازه من حوصله دارید اندازه من آدما رو دوست دارید مدل من بلندشم قاتل من بیدارش میکنم میگم پش پاشو شما اینجوری چی بتون گفته به روش من عمل کنید میاد میگید آقا ما روش شما رو دوست داریم میگه خب روش من با روش های شما فهم کنه شما دنبال چیزای زود بازدهید الان نگاه کن تو بعضی کشورها حالا نمیخوام اسم ببرم میگه ما نمیتونیم فرهنگ مثلا یه در رو درست کنیم که تو خیابون ادرار نکنند اینا دستششون میگیره هر کجا باشه چون میگن مضر نگه داشتن همونجا وای میسه ادرار میکنه تو خیابون میگو ما نمیتونیم اینو اصلاحش کنیم چیکار میکنیم اگه یه اقلیتی باشن مجازات میذاریم این کارو نکنن ولی نه ما تو بعضی شهرامون یه اکثریت اینجوری هستن رسمشونه میگه تکنولوژی یعنی این ادرار میکنه دو دقیقه نمیشه ماشینه میاد میره میگه ما حریف اینا نیستیم که آدم بشن ولی یه کار میکنیم مثل آدم برخورد کنن اگه اقلیت باشن با زور اکثریت باشن با تکنولوژی میایم میشوریم میبریم که خیابون بو ادرار نده مترو بو ادرار نده چون اصلا آدمای تمیزی نیستن تو اصلا بد نمیدونن این چیزا رو طرف میگو من اومدم از خونه بیرون دوستان رفته بود یه کشوری میگو من اومدم بیرون ب... میگو به... باور نکردنی همه داشتن تو جوب دستشویی میکردن جلو خونه و آماده شن سر اداره سر کاراشون یه کشور تو همین دوربر خودمون ها خیلی چیز اصلا هیچ عیبی نمیدونستن حالا توی حرفم اینه شما میگی من روش شما خودتون میرید میگید یا علی بیا بشو خلیفه میگه دعونی ولتم سوغیری بابا برید سراغه که دیگه بری روش من به درد شما نمیخوره که نه نه ما فقط شما فقط خود خود شما میگه خب روش های من من کمترین میزان آزادی رو میگیرم و چون من دینی فکر میکنم تو دین ما دنبال کمالیم کمال ریس اختیاری آزادی مطلق میخواد حکومت عکس اینو میگه حکومت خوراکش آزادیه حکومت آزادی تو میگیره یه بخشیشو به جاش به خدمات میده میگه اینقدر پول مالیات بده تا من به تو خدمات بدم ذات حکومت اینجوریه اهل میگه خب مگه ما گفتیم به روش ما حکومت کنید حالا اگه روش ما رو میخواید ما کمتر میزان آزادی رو میگیریم بیشتر میزان خدمات رو میدیم اما شما حال این چیزها رو ندارین ها؟ فرمای کشورا میدن بدون اسم گذاشتن شیو کشور ما نمیده حالا 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 دیگه درد دلت با من خودم اینجا تا اینجا پر الان این چیز نره داریم بحثش میگیم میگه چی میگم میگه خب طرف میگه آقا ما نمیخوایم معطل این چیزا وایسیم الان تو حکومت ها این جوریه دیگه مثلا چیزای راهنمای رانندگی جریمه ها رو یه جوری میذاره که اگه یه جریمه شدی واقعا به مشکل برمیخوری برای زندگیت نه من سوال شدم که شما با فساد مخالفی ولی نسخه برای درمان فساد نمید. چرا ما با فساد مخالفیم نسخه درمانش هم اینه که فاسد و دوست داشته باشی نه عملش و خودش و رو برای اصلاحش اقدام کنی اما اینجا این خبر نیست میگه فساد کرده فقط تنها چیزی که به ذهن ما مثل زندان اعدام شما راه دیگه ای دارین؟ الان غیر از این دوتا راه شما راه دیگه ای تو کشور ما دیدید سلطان سکه اعدام کردن بیچاره رو چند چند سکه چند میلیون بود اون موقع سه میلیون بود یا دو خورده ای بود بیچاره رو اعدامش کردن گفتن راهش اینه که اینو اعدام کنیم سکه درست شه سکه الان 45 45 میلیون تومان ما عهد تیرکمون سنگی هم نیست همین چند سال پیش بیچاره اعدامش کردن چون ما راه دیگه غیر اعدام و زندان نداریم راه همون اینه به شما گفتم فیلم درست کرده شیار 143 چی بود مادرش یک مفقود الاسری رو ولش کردن به امان خدا اینم یه رادیو بسته اینجاش رادیو عراق گوش میده ببینه اسم بچهش رو میخونه یا یعنی نمیخونه که کمرش بینه میبنده ما اینقدر بیشوریم یکی رو ولش میکنیم به امون خدا من میرم رضایت میگیرم برای قتل یا رو قتل قید مثلا بچه محل بودن دعواشون شده نفهم دیگه چاقو زده هولش داده کلش کرده دیوار مرده اینجوری نه که با برنامه ریزی رفته آدم کشته نه واقعا توی دعوا چیزی رفیق بودن مثلا رضایت میگیرم آقا من رضایت نگرفتم که اینو آزادش کنی صبح بیاد تو محل من رضایت گرفتم اعدامش نکنی ولی این آدم کشته این باید بره بیشه چند تا روانشناس اینو روانشناسی کنن ببینن چشه چرا این کارو کرده زده آدم کشته درمانش کنن اگه با دارو اگه گفتار درمانی میخواد دیگه آقا مثلا شما باید صد جلسه بری پیش فلانی اینجوری کنی این کارو کنی ولش میکنن یارو بیرون میاد اونم میاد تو محل ترسش هم ریخته از زیر تیغ در اومده وقتی هم میری زندان میای میدونی که دیگه زندان میشه خونه خاله هیچ میاد تو محل بعد به من زنگ میزنه یارو حاجی این تا گرفتین ببین داره چیکار میکنه تو محل میگه خود خدا من رزت نگرفتم آزادش کنم زودتر من از دادگاه میاد بیرون یارو یعنی من هنوز گیرم واسه رزت هایی که گرفتم این بعد آزاد ول با من نگفتم ولش کن این آدم کشته این باید درمان بشه این باید بره روانشناس باید بره روانپزشک تو بعضی موارد اون دیگه تشخیصش با دکتره باید چند سال تحت درمان باشه این زده یه آدمو کشته ولش میکنه چون چون ما اینجا نسخمون اینه زندان اعدام حالا اعدام نشه پولش کن ببینیم اصلاح پس چی شد میگه کانون اصلاح و تربیت کو اصلاح کو تربیت آف راحت ترین راهه ولی هیچ جوابی هم نمیده زندان دو روز اولشه مثل شلاق پنج تا اولش درد داره اشیشامی سر میشه تموم شد رفت زندان یه بار که رفتی اومدی دیگه ترسی نداره میشه خونه خاله دون؟ دنیا این کارو نمیکنه هزار تا راه دیگه میره غیر بازدارندگیش اگه کسی هم خبت و خطا کرد شما ده هزار تا فیلم بابا این تلویزیون خودتون نشون داده دیگه پسره هر روز هر هفته باید بره پیش روانشناسش چون یه دعوا کرده تو دبیرستان زده تو دهن یکی بردن قاضی قاضی گفته باید بره بشه روانشناس میره میشینه بشه روانشناس روانشناسان با این کار میکنه هر هفته باید بره تا فیلم اینجوری من دادم یعنی چی؟ یعنی ما ولت نمی کنیم. تو زدی تو دهن یکی تو زدی تو دهن یکی خون وردی بردی تو ده دهنش چرا این کارو کردیم؟ ما ولی باید درمانت کنیم این کجای وجود دیم مشت بلند خود تو دهن این مجازات محور هستن نه تربیت محور در هست. تو اونجا مجازات نمیکنه اونجا داره تربیتش میکنه ما داریم فقط میخوایم مجازات کنیم فقط با زندان و اعدام درست میشه کسی با زندان و اعدام کسی درست نمیشه یعنی دیگه جواب نمیده زندان دفعه اولش سخته از دفعه دومش میشه خونه خاله دیگه اینو یعنی عادی عادی میشه برید ببینید دیگه که رفتن اومدن بیرون نمینه یارو از زندان میاد این یعنی خیالش نیست ترسش هم میریزه تا دیروز از این میترسید که بره زندان الان رفته دیده خب خبری هم نیست بعدم هم همه که زندانی امنیتی نیستم بگی میره انفرادی فلان فلان زندان اون به اینکه شلوغ خودش یه حکومته اصلا زندگی میکنن ریسبند دارن آقا نمیدونم یه بزرگتر هم چی چی دارن اون خدنگ اون یکیه اون کار اون را میندازه اون معامله میکنه اونجا چیکار اصلا زندگی میکنه یارو میگه اول زمستون یه خلاف میکنم بیام تو چون تو گرم غذا هم هست مثلا یه جور میزنم که مثلا عید یا مثلا اول تابستون آزاد شم اون مدت رو میرم تو صبونه نهار شام جای گرد تو هم کار جمع میکنم داخل میام بینون کارهای اینا رو انجام میدم چون اینا مثلا طولانی هن. تو ده سال 15 سال کار داره بیرون این بینم اعتماد دارم میره کار جمع میکنه قشن یارو میره تو کار جمع میکنه میاد کار میکنه میشه اول زمستون یه خبتی میکنه بگیرنش میره تو دوباره کار جمع کنه بیاد بیرون میدوشون خونه خاله صبونه نهار شام تو فکر اونجا فلک میکنن آدم ها رو بیشتری زندن عمومی بنده تو آمدن دانه زندگیشون نمیکنن دیگه بیشتر میشه مگه کمتر شده شما از روزی که شما را معلم بودیم تو این مملکت دیگه شما از وقتی از شما برگرد به گذشته هرچی چی به قبل مثلا برگرد به سی سال قبل بیا بالا بیا جلو هی hey, بیشتر نشد آسیب اجتماعی چون چون ما اصلا دنبال اصلاح نیستیم چون کار راه دیگه ای نیست راه فقط اینه همین الان شما نها کن ما الان میخوایم مثلا با استکبار جهانی بجنگیم فقط یه راه داره دیگه نه جنگ جنگ ابزار اوناست موشک بوم ابزار اوناست من نمیگم داشته باشن از دوباره قیام نکنید علای منو برید داشته باشید من اصلا راجع موشک و اینا داشته باشین به اینا کار ندارم میگم فقط همین ابزارتون مثلا سینما ابزار خوبی نیست سینما گفتگو صحبت توریست مسافرت اینکه اونا بابا من رفتم یه کشوری تشم به من ویزا ندادن دانشگاه منو دعوت کردم برم سخنرانی رئیس جمهورشون ممنوع کرده بود ورود ایرانی ها رو اون طرفی که اونجا نشسته بود تون سفارت خونشون به من گفت من دوست دارم تو بیای کشور منو ببینی واسه مردم تعریف کنی زورم هم خیلیه ولی رئیس جمهورم زورش از من بیشتره ممنوع کرده فقط فکر کنم سرچ کرده بودن که مثلا کیه چون میدونست گفت اینقدر صفت اینجوریه اینقدر طرفدار داری اینقدر حرفات رو حالا اون با ادبیات خودش فارسی هم حرف میزد چون من نوشتم، من فقط فارسی بلدم یه کارمند رو برده بودم فارسی صحبت میکرد فارسی قشنگ گفت گفت من دوست دارم تو بیای کشور منو رو ببینی برای مردم تعریف کنی چون معتقدم رسانه های شما راست نمیگن به شما حالا رئیس جمهورشون که ممنوع کرده ما رو را ندن دانشگاه دعوتم کرده بودم خب آقا مگه نمیگید از ما دارن دروغ میگن خب در وا کن مردمشون بیان ببینن دارن دروغ میگن ببینن ما وحشی نیستیم ما آدم خار نیستیم رفتم کره جنوبی به طرف میگم ایران نظرت چیه میگه ایران وار اویل جنگ نفت 90 درصدشون هم میگفتن پایتخت شما بغداده میگن عراقه یه ده, ده هم که میشناختم ما رو به اسم علیدایی ما رو میشناختم خدا شاهده میگو علیدایی یعنی از رو علیدایی اونم که ما اصلا قدر یارو نمیدونیم هیچ آقای گل جهان رو داشتیم چه استفاده ای ازش نکردیم بابا این خودش ابزار این هزار تا بمب اتم کار میکنه دنبال چی میگردین الان از ما میگم رو کی برد بعد علی رفته میگیرید چی ارز میکنم میخوام به شما میگم پس هزاران راه دیگه هم هست ولی ما اصلا بهش فکر نمی کنیم. حالا میگه حضرت علی حضرت علی میگه روش من اینه من وای میستم پاش صبوری دارم تا اصلاحش کنم اندازه من سب دارید روش من ندارید روش خودتون ولی به اسم من به روش خودتون عمل کردید نامردیه ها به اسم من به روش خودتون آقا اگه منم من رفتارم من, همینم که تو مناجات چعبانی گفتم من همین هم. شبیه خداییم هم. چی تو مناجات چعبانی معرفی کردم اگه خدای مناجات چعبانیه یه خداییه که وحشتناک خشنه علی ابن عبی طالبم خشنه اگه نیست نیست تو ابو حمزه میگه خدای من برم جهنم دشمنات خوشحال میشن یعنی خدا ببین آقا آدمی که جهنمی نباشه که جهنم نمیره اونجا که شیر تو شیر نیست بگی اه پرونده قاطی شد دادگاه قاضی نامرد حکم علکی به ما داد اینجوری نیستش که قاضی خودتی شاهد خودتی حاکم خودتی همه چی خودتی شاکی خودتی خودت میشینی تو دادگاه خودت خودت همه چی هم که خودت چیزی پنهان نیست خودت با خودت هر چی شدی شدی تازه نمیگم خدا ولت میکنه هر چی شدی اون حالا حیاتن تکرم انتزگی هم داریم ولی فعلاش پس کسی اشتباهی اونجا جهنمی نمیشه میگه ولی من من از جهنمی شدن تو خوشحال نمیشم همه کاری هم میکنم که نشی اصلا همه کاری کردم نشید آقا جهنمی شدن خیلی کار سختیه خیلی سخته مثل که پنج سانتی دروازه دروازه خالی همم وسط زمینن تو توپو بزنید توی چه میدونم دروازه خودتون مگه میشه هم چی چیزی میگه عقل دادم وجدان دادم فطرت دادم بعد به در و دیوار عالم گفتم همه بهت بگن پیامبرا رو فرستادم اماما رو فرستادم اولیاء خدا فرستادم خودم ان علینا خودم خودم وایسادم 24ی تو زندگیت دارم میگم من اینجا من اینجا, اینجا مزاحمت نمیشم ولی اعلام میکنم اعلام وجود میکنم ما هستیم ما کاری نداری رو ما مزاحمت نمیشم ولی من هستم خدمت کاری رو رو ما حساب نمیکنی همه رو بگم برم تموم میگفت که بابای این آقایین لاریجانی ها آمیز هاشم آمولی میگم مریض شده بود اواخر عمرش بعد طرف میگم ما همسایهشون بودیم داشتیم خونه درست میکردیم گفت آقای بهجت موقع کسی هم نمیشناخت کسی دنبالش نبود من یه موقع تو گم توی هیئتی گفتم که آقای بهجت گفتم بهجت کیه به خدا نمیشناختن گفتم اینجا تو گذرخان نماز خون دادن بعدی نیست برین یه وقت نمازش بعد میگه آقای داشت رد میشد ما طلبه بودیم میشناختیم سلام علیک کردیم اینا و بعدشون گفت چیکار میکنید گفتیم که داریم اینجا رو میسازیم خونه اینا گفت نمیخواد اونوره بسازید میگه ما فکر کردیم اونوره حیاتو میگه گفتیم نه هاجا ها نه الان پول نداری اصلا نیازی نداریم گفتیم خود اونوره بسازید ما کمک کنیم من بازم خواهش می کنم. اونم فکر کنم واقعا میخواست بیاد با ما بندای کاسه نفهمیم چی چی میگه. گوشونم رفت. کو هفته آخری که دیگه بعدش آقای آمالی فوت شد، کو باز ایشون اومد، کو ما داشتیم سفیدکاری می کرد. کو باز رفتیم حاجی گفت زنه اولی گفت چیکار میکنی؟ گفت دیگه داریم سفیدکاری می گمون، نمیخواد اون برای سفید کنیم. کو فکر کنم برای خونه ر میگفت نساختی منو سفید. نه آقا نه اصلا. مزاحم زام شما نمیشه. ما هستیم. آقا ما هست. آقا خواهش مهم. نه مزاحم خب خدا بس نه من به زور میخوام تو رو برم بهش تو غلط میکنی نمی‌خوام آدم شی اونورم میگم مرتی که اون عالمو دارم میگم نفهم تو طلبه ای خیر سرت اینجوری آقا بجد میگه کاری دارید هزار صد نشستی پیشش چه کلمه حرف نمیزد بود هیچ مزاحمتی برات نداشت میشه خودشو کار خودشو میکرد تو هم هر کاری دلت بکنی گفتم بنده خودم گفت آیه بهادی داشتم میبردم هایده روشن کردم می‌خواستم اینا عکس چیه گفتم دنیا خود هیچ و بعد رسیدیم پیاده شد و رفت گفت بعدا هم که دیدمش هیچ برخوردش با من تغییر نکرده و چی نگفت معلومه چی بد نمید. این تازه کشف کرده تو یه مرضی داری که واسش تایده گذاشتی خود دیگه وقت خلوتت گوش میدی مریض نیستی هنر دوست داری صدا دوست داری وقتی واسه اون میذاری یه چیزی میشه دیگه میگه خب حالا مریضی که یه شبه درمان نمیشه که عمل جراحی که ما نمیکنیم حالا ببینیم اگه خاص حالا بریم فعلا حاجو غیرت دینی چی من این چیزا رو که اصلا نمیفهمم چی میگی من ندارم من الحمدلله غیرت دینی ندارم بس خواهی میکنم ببخشیم. سلامت بخوییم.